اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وأمها وابنتيها والفاطميات بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعداءهم وقتلتهم وظالميهم أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم. تبریک عرض میکنم ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه معصومه قدیسه آل الله سلام الله علیها و آقا حضرت رضا علیه السلام که میلاد ایشون رو پیش رو داریم. در این ایام فرخنده در خدمت شما عزیزان و سروران خودم هستیم با برنامه معراج و در حضور کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهره‌مند هستم. سلام علیکم و رحمت الله. ایام تبریک عرض می‌کنم خدمت شما و خوشحالم که توفیق دارم باز هم در خدمتتون باشم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ممنون و متشکر از لطف شما. بنده هم محضر همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم ان شاء الله به حق این ایام فرخنده همه عزیزان مشمول دعاهای خیر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرن ان شاء الله و ما دعاگوشون هستیم. اونها هم در حق ما ان شاء الله دعا کنن ان شاء الله. الهی آمین. در جلسه گذشته در ادامه فرمایشاتتون نسبت به خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها دو عامل اصلی عصیان امر خداوند رو معرفی کردید، حب دنیا و حب ریاست رو، و فرمودید که نبایستی زمام امور به دست کسانی باشه که چنین خصوصیاتی دارند و مناسب الهی شایسته است که از طرف خداوند تعیین می شود و شایسته است به دست کسی باشد که معصوم و پاک هست از این چنین خصوصیاتی و رذایل اخلاقی. و همچنین توضیح دادید که نام مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام همواره بایستی در کنار نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ذکر بشه، چرا که ایشون نفس خاتمیت هستند و نفس پیامبر اکرم هستند و اعتقاد به امیرالمؤمنین تکمیل کننده ایمان و اصلا ایمان با اعتقاد به ولایت حضرتش محقق میشه. انشاءالله در ادامه برنامه بعد از تقدیم حدیثی به بینندگان گرامی در خدمت کارشناس محترم خواهیم بود و ادامه صحبت‌های ایشون رو گوش میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. در جلسه قبل عرض کردیم که از روایات متواتره اینطور استفاده میشد که هر جا نام مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شده مستحب انسان بلا فاصله یادی هم بکند از مولای متقین آقا امیرالمؤمنین علیه السلام. هیچ وقت این دو از هم جدا نیستن. و بعضی از روایات را خدمت بینندگان محترم تقدیم شد. در ادامه روایات دیگری هست که محضرشون انشاءالله به توفیق الهی تقدیم میشه. در حدیث دارد که حضرت آدم سلام الله علیه که خلیفه خداست، حجت خداست و یک پیامبر الهی و معصومه، وقتی
خاتمی برای خودش تهیه کرد، یعنی انگشتری برای خودش تعیین کرد، برای اون انگشتر و خاتم نقشی ایجاد کرد. مستحبه که خاتم انسان، انگشتر انسان نقشی داشته باشه، نقشی که آدم سلام الله علیه انتخاب کرد برای انگشتر خودش، این کلمات نورانی بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. خب او یک پیامبر معصومیه، عمل او برای ما حجته و کاری جز رضای پروردگار متعال کار دیگر از او صادر نمیشه. بنابراین کاری که حضرت آدم سلام الله علیه انجام دادن، این برای ما چی میشه؟ برای ما دلیل شرعی میشود که بفهمیم ذکر مولا امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از نام پیغمبر خدا، این یک کار مورد محبت خدای تبارک و تعالی. خدا دوست می‌دارد که هر جا نام حبیبش رسول الله برده شود، بلافاصله بعدش از مولا آقا امیرالمؤمنین علیه السلام یاد بشه. در حدیث دیگری امام صادق سلام الله علیه فرمودند: من ساغ خاتمن، یعنی هر کسی برای خودش یک انگشتری درست کنه، من عقیق، که نگینش را عقیق قرار بده، فنقش فیه محمد رسول الله، محمد نبی الله، و علی ولی الله، و قاه الله میتت السوء. کسی که چنین انگشتری درست کنه، انگشتری از عقیق درست کنه و نقش این انگشتر خودش را، این جملات را قرار بده: محمد نبی الله یک، و بعدش علیون ولی الله. اگر چنین کاری انجام داد و چنین انگشتری به دست خودش کرد، اثر وضعی برای او داره. اثرش چه خواهد بود؟ می‌فرماد او را خدای عز و جل حفظ می‌کند از مرگ‌های بد، مرگ‌های ناروا. ولم یموت الا علی الفطره، چنین کسی از دنیا نمی‌رود مگر بر فطرت توحیدی، چون هر انسانی خدای عز و جل او را بر فطرت توحیدی آفریده، منتها شرایط گاهی جوری ایجاد میشه که انسان را از اون فطرت توحیدی بیرون میبره. جامعه، محیط، اطرافیان. اما کسی که تا این اندازه دلش با ولایت است، به طوری که حتی نقش انگشتر او نام مبارک رسول الله و نام مبارک امیر المؤمنین علیه السلام، این عمل باعث می شود که او عاقبت به خیر بشه و سرانجام بر فطرت توحیدی از دار دنیا بره. یه روایتی هم نقل شده، ابن عباس این روایت را برای ما نقل کرده که می‌فرماید: حدثنا رسول الله، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله به ما حدیث فرمودن که لما عرج بی الی السماء، اون شبی که به معراج برده شدم، رأیت علی باب الجنت مکتوبا، بر روی در بهشت دیدم این جمله نوشته شده. جمله عجیبیه و جمله نورانیه. همه جا نام پیغمبر و اهل بیتش همه جای عالم ثبت شده. اونها بدو ایجاد این عالمند، سبب ایجاد این عالمند. لا اله الا الله نوشته شده روی در بهشت،
لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله ادامه هم داره والحسن والحسین سبتا رسول الله دو نوه پیغمبر اکرمن دو سبت پیغمبر اکرمن امام حسن و امام حسین و جمله دیگر نوشته شده و فاطمه الزهراء صفوت الله فاطمه زهراء علیه السلام او برگزیده خدای عز و جل و در ادامه چنین نوشته شده بر در بهشت و علا ناکرهم و باقوهم لعنت الله و بر کسی که منکر این انوار طیبه باشه و در دل بغض و کینه و عداوت و دشمنی با این بزرگواران داشته باشد بر او لعنت خداست، یعنی از رحمت خدای عز و جل دور خواهد بود. کسی که منکر فضائل این خانواده است و کسی که بغض و کینه نسبت به اینها داشته باشه و منکر این حضرات، منکر خدای عز و جل و دشمن با این حضرات، دشمنی کردن با خدای تبارک و تعالی. پس این حدیث شریف هم دلالت میکند بر اینکه ذکر نام امیر المؤمنین بعد از ذکر نام رسول الله، این مورد علاقه خدای تبارک و تعالی. خدا دوست میدارد که بعد از نام پیغمبرش نام ولیش هم ذکر بشه. در یک روایت دیگری هست، این روایت از پیغمبر اکرمه که می‌فرماید بر در اول بهشت، چون بهشت 8 در داره، اون حدیث قبلی که از ابن عباس نقل شد ممکن است در دیگریه، اما این حدیث در مورد در اول بهشت می‌فرماید فعل الباب الاول، بر در اول بهشت مکتوب این جمله نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. خدا میخواد که علی از محمد جدا نباشه. حالا بندگان خدا هر چی بخوان اراده کنن. خداوند انسانها را آزاد و انسانها را مختار آفریده است و به اونها اختیار داده است تا امتحان بشن. ایکم احسن و عملا، بعضی ها به اختیار میکنن ولایت مولا امیر المؤمنین علیه السلام را و با این اختیارشون سعادتمند ابدی خواهند شد، و بعضی ها به اختیارشون اختیار میکنن عداوت و دشمنی با امیر المؤمنین را و اختیار میکنه دوستی با دشمنان امیر المؤمنین را و از رحمت خدا دور میشن و معذب میشن به عذاب دردناک الهی. لن یضر الله شیئا، هیچ ضرری به خدای عز و جل وارد نمیشه. اگر همه اهل عالم هم کافر بشن، ناسپاس بشن و حق خدا را و حق ولی خدا را رعایت نکنن، لن یضر الله شیئا، سر سوزنی ضرر به خدای عز و جل وارد نمیشه. و این انکار امیر المؤمنین به خود انسان ضرر میرسونه، ظلم به خود نفس انسانه. حدیث نورانی دیگری باز نقل شده از وجود مبارک پیغمبر اکرم که این حدیث خلاصش اینه که نام مبارک امیر المؤمنین بعد از نام رسول الله همه جای عالمه. حالا تا اینجا معلوم شد که در بهشت و روی در بهشت نوشته شده، اما می‌فرماید والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، قسم به اون خدایی که مرا با این صفات
مبعوث کرده و فرستاده است به سوی بشر، هم به عنوان بشارت دهنده و هم به عنوان بیم دهنده. مستقر الکرسی، کرسی الهی استقرار پیدا نکرد، ولل عرش، عرش الهی هم قرار پیدا نکرد، ولا دار الفلک، فلک الهی هم گردشی پیدا نکرد، ولا قامت السماوات والارض، آسمان ها و زمین ها، ولا قامت السماوات والارضون، آسمان ها و زمین ها هم برپا نشد، الا كتب الله عليها، مگر اینکه خدای عز و جل بر همه اینها، بر کرسی، بر عرش، بر فلک، بر سماوات، بر زمین ها خداوند نوشته است، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. از مجموع روایات که عرض کردم فراتر از حد تواتره، این استفاده می شود که ذکر نام مبارک رسول الله بدون نام امیر المؤمنین علیه السلام این درست نیست، باید بعد از ذکر پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین علیه السلام یاد بشه. لذا می بینیم در مسئله اذان و در مسئله اقامه به واسطه همین قاعده کلی که از روایات استنباط شد، قاعده کلی اینه که کلما ذکر رسول الله یستحب ان یذکر امیر المؤمنین علیه السلام. از این قاعده با توجه باز به روایات دیگری که داریم، عده‌ای از فقها حکم کردن به استحباب گفتن شهادت ثالث اشهد ان علی ولی الله در اذان اقامه، بلکه حکم کردن به جزئیتش و گفتن اصلا این جزء اجزاء اذان و اقامه است، جمله ثالثه یعنی شهادت ثالث اشهد ان علی ولی الله. و حتی بعض از فقها هم حکم کردن به وجوب، نه به استحباب، به وجوب، منتها از باب شعار بودن. این شعار اهل ایمان شده است، مؤمن اون کسیه که شعارش گفتن جمله اشهد ان علی ولی الله. حالا روایاتی در این زمینه در خصوص اذان و در خصوص اقامه نقد شده که خدمت عزیزان عرض میکنم. یه روایت را یک دقیقه فرصت دارم، بله، یک روایت را دارد که سلمان سلام الله علیه، سلمان محمدی، اذانی گفت با صدای بلند و بعد از گفتن اشهد ان محمد رسول الله فرمود اشهد ان علی ولی الله. بعضی از یاران پیغمبر به عنوان شکوه رفتن خدمت رسول الله که یا رسول الله بیون سلمان دارد از خودش قانونی درست میکنه و دارد اضافه میکند شهادت ثالثه را بعد از شهادت به رسالت پیغمبر اکرم. حضرت اینها رو توبیخشون کردن، این کسانی که آمده بودن از دست سلمان شکایت کنن، و فرمودن کاری که سلمان انجام داده کار درستیه. و همینطور در مورد ابوذر هم نقل شده که ابوذر اذانی میگوید و در اذان شهادت ثالثه را بهش اعتراف میکند با صدای بلند. بسیار ممنون و متشکرم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بینندگان عزیز، میان برنامه رو خدمت شما تقدیم میکنیم و به استودیو برمیگردیم با پاسخ به سوالات شما. Oh.
عرض سلام و ادب و تبریک ایام دارم خدمت همه شما همراهان بیننده. امیدوارم که لحظات پیش رو هم لحظاتی بسیار مفید و لذت بخش باشه برای شما عزیزان در این برنامه. اولین سوال بیننده محترم رو خدمت کارشناس محترم حاجی بهرمن تقدیم میکنم. یکی از عزیزان پرسیدن که همسرم رو طلاق دادم، آیا میتوانم با مادرش ازدواج کنم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از زنهایی که محرم انسان حساب میشن، محرم یعنی نمیشد با او ازدواج کرد، همینطوری که مادر محرمه و نمیشد باش ازدواج کرد، خواهر با انسان محرمه و نمیشد باش ازدواج کرد، مادر همسر، مادر زن انسان، وقتی که انسان زنی را به عقد خود در آورد، مادر اون زن، حتی مادر بزرگش و همینطور برد بالاتر، همه اینها بر انسان محرم میشن و محرم شدن یعنی ازدواج با اونها جایز نیست، ولو اینکه صرفا این زن را فقط عقد کرده و ازدواج صورت نگرفته، فقط عقد کرده. به مجرد خوندن صیغه عقد مادر این زن بر انسان محرم میشه. بله. یکی از بینندگان محترم پرسیدن که آیا میتوان مرجع تقلید رو عوض کرد؟ وقتی انسان مرجع تقلیدی با شرایط انتخاب کرد، دیگه بی جهت، بی دلیل، دیگه حق عوض کردن اون مرجع تقلید را نداره، مگر اینکه دلیل داره. مثلا دلیلش چیه؟ اینه که مرجع تقلید دیگر اعلم باشه. خب وقتی که اعلم باشه، بنابر وجوب تقلید از اعلم، این باید چکار کنه؟ باید از غیر اعلم عدول کنه و برد سراغ شخصی که اعلمه. یا اینکه اون مرجع تقلیدی که ما ازش تقلید میکردیم شرایط مرجعیت رو از دست داده باشه. از جمله شرایط مرجعیت تقلید عدالته. اگر عدالت رو از دست داده باشد و دیگه عادل نیست، دیگه نمیتونیم ما به تقلید او باقی باشیم، باید بریم تقلید کنیم از مرجع تقلید جامع شرایط که از جمله شرایطش عدالت هست. بله. بیننده محترم پرسیدن که آیا زن و فرزند در انتخاب مرجع تقلید تابع شوهر و پدرشون بایستی باشن؟ نه، هر شخصی، هر مکلفی خودش باید مرجع تقلید خودش را خودش انتخاب کنه. بنابراین زن آزاد هست در انتخاب مرجع تقلید خودش و لازم نیست که از مرجعی تقلید کند که شوهرش تقلید کرده. اولاد و فرزندان هم همینطورن، اینها مستقلن در انتخاب مرجعیت تقلید و لازم نیست بله تابع و دنبال رو تقلید از کسی کنن که پدرشون تقلید کرده. و مرجع تقلید باید این شرایط داشته باشد: مرد باید باشه، عادل باید باشه، تقلید از غیر عادل جایز نیست، مرجع تقلید باید بالغ باشه، باید عاقل باشه، باید شیعه 12 امامی باشه، مرجع تقلید باید حلال زاده باشه و در پایان مرجع تقلید باید اعلم باشه. اعلم یعنی در فهم احکام شرعی از ادله این استادتر باشه از دیگران، بهتر حکم شرعی را از ادله متوجه میشه تا دیگران. بنابراین هر کسی خودش آزادانه باید مرجع تقلید خودش را انتخاب کنه و به کسی هم مربوط نیست که فلانی از چه کسی تقلید میکنه. بعضیا نظرشون اینه که همه باید از مرجع تقلیدی که خودشون قبول دارن باید تقلید کنن. نه، هر کسی
میتونه مرجع تقلیدش را خودش انتخاب بکنه از راه اون ادله شرعیه‌ای که تعیین شده برای انتخاب مرجع تقلید. لازم نیست همه از یک مرجع تقلید کنن. بله. یکی دیگه از بینندگان در خصوص بلند کردن ناخن‌ها پرسیدن که آیا اشکال داره این مسئله از نظر شرعی؟ فی نفسهی بلند کردن ناخن حرام نیست، حرام شرعی نیست. اون تا برای وضوع و برای غسل باید حواسمون رو جمع کنیم که اگر زیر این ناخن‌های بلند چرک باشه و این چرکی مانع از رسیدن آب به بدن بشه، برای وضوع و برای غسل باید اولا زیر این ناخن‌ها را پاک کرد، تمیز کرد، اون وقت انسان مشغول وضوع گرفتن یا مشغول غسل کردن باشه. اشکالش فقط بر در صورتی که مانع ایجاد بشه، و الا بلند کردن ناخن حرام شرعی نیست. اگرچه تقلیم الاظافر یعنی کوتاه کردن ناخن ها مستحبه. بله. یکی از بینندگان اینطور پرسیدن که سرقت از اهل کتاب یا کفار غیر اهل کتاب در صورتی که به اسلام و مسلمین ضرری ندارند جایز است یا خیر؟ کفار اهل کتاب یعنی مسیحی ها، یعنی یهودی ها. بله. یعنی مجوسی ها، اینها چون اهل کتابن خدمت شما عارضم، مالشون محترمه، جانشون محترمه، عرضشون، آبروشون محترمه، بنابراین سرقت از اموال اینها جایز نیست، حرامه. اگر صورت بگیره باید مال رو بهشون برگردونیم. اما کافرهایی که کتابی نیستن، اهل کتاب نیستن، نه مسیحیان، نه یهودیان، نه مجوسیان، مثل کفاری که در چین زندگی میکنن، کفاری که در هندوستان زندگی میکنن، نه مادامی که با مسلمان ها جنگ ندارن، محارب نیستن، اینا هم مالشون مورد حرمت، مورد احترامه، و دزدی از مالشون، سرقت از اموالشون حرام، جایز نیست. اگر صورت بگیرد باید مال رو به صاحبانش برگردوند. بله. یکی از بینندگان محترم پرسیدن که 6 سال قبل از دنیا پدر همسرشون از دنیا رفته و شخصی ظاهراً خدمتشون اومد و اظهار کرده که طلبکار هست از پدر شوهرشون که از دنیا رفتن، اما دلیل و مدرک و شاهدی عرضه نکرده، وظیفه ورثه چه هست؟ این شخصی که مدعیه که من طلبکارم از اون مرحوم، اگر مورد اطمینانشونه، یعنی مطمئنن که این آدمیه که دروغ نمیگه، خب باید مقداری که طلبکار هست بهش داده بشه. اما اگر چنانچه نه، مطمئن نیستن به گفته او، او هم مدرک نداره، مدرک ارائه نمیده، نه شاهد دارد برای ادعایش، نه نوشته ای در کار هست، هیچ مدرکی رو نتونسته ارائه بده، لازم نیست چیزی بهش بدن. درست. یکی از بینندگان محترم خواستن که توضیح بفرمایید چه زنهایی به انسان محرم هستند. طبق آیه شریفه در سوره مبارکه نساء 14-15 زن هستند که اینها به انسان محرمن. محرمن یعنی چه؟ یعنی ازدواج با اونها جایز نیست. مادر، خواهر، دختر انسانه، مادر زن انسان، عمه شخص، خاله شخص، مادر بزرگ انسانه، نوه انسانه، یک دختریه که نوه انسانه، جز محرم ازدواج با نوه درست نیست. دختر برادر که ما بشیم عموش، ازدواج با او درست نیست. دختر خواهر که ما دایی او میشیم، ازدواج با او درست نیست. زن پدر، پدر ما
رفته یک همسری گرفته، زن بابا ازدواج با او درست نیست. عروس انسان فرزند ما ازدواج کرده، خب همسر او میشد عروس ما. عروس این محرم انسان، ازدواج با او درست نیست. حتی اگر فرزند از دنیا بره، این زن محرم باقی میمونه. یکی هم ربیبه، ربیبه یعنی با دختر، با زن ازدواج کردیم که این زن از شوهرش دختری داره، حالا با این زن ازدواج کردیم، دخترش هم آمد تو خانه ما. این دختر زن ربیبه انسان حساب میشن. اگر با بعد از عقد دخول صورت بگیرد با این زن، دختر او ربیبه ما حساب میشه و ربیبه جزء محارمه و ازدواج با او درست نیست. همچنین مادر رضاعی، یعنی اون زنی که ما ازش شیر خورده باشیم، اون محرم ما حساب میشه. و یکی هم خواهر رضاعی، اون هم محرم ما حساب میشه. پس این 14-15 مورد ذکر شده که تمامش در یک آیه، در آیه 23 سوره مبارکه نساء که شروع شده است آیهش با این کلمه: حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن و حلائل ابنائکم، حلائل ابنائکم یعنی عروس. خیلی ها میپرسن که عروس کجای قرآن گفته شده که جزء محارمه؟ این آیه شریف، آیه 23 سوره مبارکه نسائه. بله، یکی از بینندگان محترم پرسیدن که اگر در رکعت سوم یادمون بیاد که تشهد رو به جا نیاوردیم چه باید بکنیم؟ اگر در رکعت سوم قبل از اینکه به رکوع بریم، رکوع نکرده، یادمون اومد که ما در رکعت دوم تشهد به جا نیاوردیم، خب مادامی که وارد رکن نشدیم، میشینیم اون تشهد فراموش شده را به جا میاریم، نماز را تمام میکنیم. وقتی نماز تمام شد، به خاطر این قیام بی جا مستحب دو سجده سهو به جا بیاریم. اما اگر در رکوع بودیم، رفتیم رکوع، وارد رکوع شدیم، متوجه شدیم که تشهد به جا نیاوردیم، نماز وقتی که تمام شد، اون تشهد فراموش شده را باید اولا قضاش به جا بیاریم و ثانیا به خاطر فراموش کردن تشهد دو سجده سهو باید به جا بیاریم. به عنوان سجده سهو میریم به سجده بسم الله و الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، دو مرتبه به سجده میریم و بعد تشهد میدیم و سلام میدیم. بله، بسیار ممنون و متشکرم از شما، استفاده کردیم. انشاءالله که در روزهای آتی هم توفیق باشه در حضور شما باشیم و خدمتی به همه بینندگان عزیز بکنیم. همه شما رو به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.